در یک سال و نیم اخیر یعنی از زمان ولیعهد شدن محمد بن سلمان شاهد تغییرات بسیار زیادی در عربستان سعودی بوده و هر چند و هر چند وقت یک بار اقدامی صورت می‌گیرد که برگرفته از فرهنگ غربی است و, و موجب جنجال و اعتراض در این کشور می‌شود جشنواره موسیقی که هفته گذشته در عربستان برگزار شد نمونه از این اتفاقات بوده که اما و اگرهای بسیاری را برانگیخته و به اعتقاد بسیاری از افراد هویت اسلامی را در سرزمین وحی از بین برده است همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. ترک شلهوب از فعالان سعودی با انتشار ویدیویی در توییتر ادعاهای ترکی آل شیخ رئیس شورای عمومی تفریح و سرگرمی عربستان مبنی بر پایبندی به آموزه های اسلامی را به شدت رد کرد. این فعال عربستانی با انتشار فیلمی از ترکی آل شیخ که در آن ادعا می کند که جشنهایی که در عربستان برگزار می شود با موازین اسلام تعارضی ندارد میگوید گوید ترکی آل شیخ مدعی است که به تعالیم دین و سنت ها و آداب ما پایبند است. پس این جشنواره ها و این حجم از فساد اخلاقی در آنها چیست؟ آیا این نوع اداره حکومت همان چیزی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله خواسته است آیا سرزمین وحی جای چنین کارهایی است شلهوب از برگزاری جشنواره میدل بیست در ریاض که کاربران سعودی آن را جشنواره فسق و فجور نامیدند انتقاد می کند. این فعال سعودی نوشت ترکی آل شیخ دخترانی را که تصور می شود خارجی هستند با اتوبوس های اختصاصی به برخی مجلس می برد. هدف چیست؟ گفتنیز جشنواره موسیقی میدل بیست با مشارکت گروه های موسیقی از جهان عرب و دیگر کشورها در چهارچوب مراسم فصل ریاض در عربستان برگزار می شود. بسیاری از فعالان عربستانی بارها مراتب خشم و انزجار خود را از این اقدام اعلام کرده و آن را تلاشی برای تغییر هویت اسلامی جامعه عربستان دانستند. فاطمه موسوی اخبار شیعه